کوچه ایرانیان، درود فراوان به شما. واقعا این روزها روزگار غریبی را سپری میکنیم. شاید برای اولین بار 90% ملت جهان امروزه در خانه خود قرنطینه شدن و این زندان خانگی انسان را برای از قرار فردایی شدن آماده میکند. در این هفته فیلسوف معاصر یورگن هابرماس که 90مین سال زندگی خودش را نیز پشت سر گذاشته، در یک جمله اظهار داشت که ویروس کرونا آگاهی انسان را نسبت به نادانی خود افزوده است. او گفت که از نظر فلسفی می‌بینیم که این اپیدمی جهانی اندیشیدن را نزد همه تقویت کرده و نوع تفکر، تفکری که تاکنون منحصر به کارشناسان بود، حالا نزد مردم عادی بیشتر شده و هر کس باید برای ادامه زندگی تصمیم بگیرد و دست به عمل بزند، آن هم با آگاهی از ندانستن خویش. شهروندان جهانی به خوبی می‌بینند که کارشناسان و ویروس شناسان جهان همه چیز را نمی‌دانند و با همین دانسته‌های محدود دانشمندان و سیاستمداران باید برای ما تصمیم بگیرند و این تجربه است کم سابقه در ارتباط با آگاهی‌های عمومی در سطح جهان. و حالا من البته خودم به آن اضافه می کنم، اگر ما خود را در مقابل یک ویروس کمتر از ذره بین ناتوان می بینیم، تازه در این روزگار قرنطینی بیشتر به موجودیت خودمان بر روی این کره خاکی پی می بریم که واقعا که هستیم و کجا هستیم. شاید به همین دلیل است که این روزها ما شاهد جنگ و جدال سیاسی کشورها کمتر هستیم و حتی قتل و غارت هم بی اندازه کمتر شده. از قرار کرونا و قرنطینه دارد از ما انسانی دیگر می سازد و باید منتظر فضای جهانی پسا کرونا باشیم. بگذاریم. اما ما امروز ترجیح می دهیم که به کار همیشگی خودمان بپردازیم و بنشینیم پای صحبت دوست عزیز دکتر کاظم کردوانی که برای ما از بلای خانمان سوز وطن می گوید. بلایی که یک ملای عقب افتاده از تاریخ از 42 سال قبل بر سر ما نازل کرده است. می نشینیم پای صحبت دوست گرامی کاظم کردوانی، آن هم در شهر برلین، شهر فرهنگ و هنر و سیاست. من هنوز الان شما نگاه میکنید رفتارهای حکومت هنوز اینا مطمئن نیستن که بعد از 40 سال تو حکومتن. بله، یعنی ببینید اینا حکومت رو خیلی آسون گرفتن. بله کاملا، یعنی هیچ نوعی که اینا حکومت گرفتن، اون حکومت به اون گردن کلفتی رو و آمدن سر کار و همه چیز دستشون گرفتن، خیلی ساده و آسون در به چنگ اینا افتاد. در نتیجه اینا همیشه در ذهن خودشون یک نوع خوف، یک نوع ترس دارن. که اون چیزی که اینقدر ساده به دست آوردن میتونه همینطور هم از دست بده. همینطوری از دست بده. در نتیجه بسیار اون جاهایی که بحث رفتن یا موندنه خیلی با یک نوع در واقع قساوت غریبی عمل میکنن.
اینم باید به عنوان یک نگاه دید در ولی به هر حال بقای نظام آره بقای نظام برای اینا از همه اینا مهمتره و در نتیجه امروز که نگاه میکنید من اصلا خوشبین نیستم. یعنی من اولا این که هم در ایران هم در خارج دید زیادی از خانم و آقایون میان در این تلویزیون ها میگن که هیچ جنگی اتفاق نمیافته، به نظر من اینقدر نمیشه با قاطعیت صحبت کرد. یک نوع در واقع به نظرم میاد، قصد جسارت به کسی ندارم، به نظرم میاد که این یک نوع گرفتن هوشیاری مردمه. صحیح. که شما هی به مردم بگید هیچ جنگ اتفاق نمیفته، موقعی که این میگید مردم راحت خیالشون، حالا یه سری یه سختی ها رو تا حدی هم قبول میکنن که رد شه دیگه، منتها میگن خب الحمدلله جنگ نمیشه. خب البته عواملش هم مشخصه. نه ولی اگر اون وقت بگید که خطر جنگم هست، مردم وقتی که به این حالت چیز نیست اون وقت بیشتر میتونن بیان و فشار بگذارن که آقا دست از این ماجرا برداری. توجه میکنی؟ یعنی به نظر من این دوستان آقایون خانمایی که هی میان در این تلویزیون های گوناگون خارج کشور یا حتی در داخل که میگن جنگی نخواهد شد، این یک نوع کم کردن فشاره. بدونی که بخوان قصد جسارت عرض کردم ندارم، کم کردن فشار روی حکومت. خود آقای خامنه‌ای هم میگه نه ما جنگ میخوایم نه اونا جنگ میخوان، ولی هیچ معلوم نیست فردا یه اون وسط یه ترقه دره به قول معروف. امکانش همیشه هست. امکان هست. و بعدم شما ببینید آمریکایی‌ها در زمان جنگ عراق هم نشون دادن، نه من طرفدار جنگم نه شما نه بخش اعظم مردم ایران، ولی یه زمانهایی حساب کتابهایی میکنن، یه جایی تصمیم سیاسی میگیرن، جایی که تصمیم سیاسی میگیرن دیگه خیلی از این حساب کتابها رو نمیشه کرد. یعنی اون جایی که تصمیم سیاسی میگیرن کاری انجام بدن، بسیاری از پارامترها عاملهایی که من و شما میتونیم پیش بگذاریم به عنوان اینکه این کار غیر ممکنه دیگه برای اونا ممکنه. بله درست. شما ببینید زمان جنگ آمریکا علیه عراق ماها اینجا بودیم، تو همین برلن میلیون ها آدم شبا شنبه دست تو خیابونای برلن اعتراض میکردن به این جنگ. دو تا کشور بزرگ فرانسه و آلمان تو جنگ شرکت نکردن، آمریکایی‌ها ولی تصمیمشون رو گرفته بودن و رفتن زدن. درسته. ترجمه میکنید؟ یعنی به نظر من میشه هم میشه استدلال کرد یک عاملهایی که دخیل میتونه باشه بیان کرد، ولی هیچ وقت به ضرس قاطع نمیشه گفت که جنگ نمیشه. اون وقت اگر اینو بگیم در واقع اون مسئله اصلیه، باید مردم فشار بیارن. من و شما نوعی تو این تلویزیون ها تو صحبت میکنیم، حرف میزنیم، حالا یه دمو حرف درست میزنیم یه حرف نادر، حالا هر چی که هست میگیم. خب ولی اون چیزی که میتونه تاثیر بگذاره، خب خارج میتونه یه جاهایی تاثیر بگذاره، ولی اون کسی که تاثیر اصلی رو میگذاره توی داخل کشوره و وادار بکنه که این حکومت دست از ماجراجوییاش برداره. ببینید الان ببینید بحث میکنن که ایران نمیدونم نفوذ تو منطقه داره. آخه این نفوذ تو منطقه هیچ کشوری نمیخواد کشور کوچیکی باقی بمونه. توجه میکنید؟ ما هم برم میخواد ایران بزرگ باشه، قدرتمند باشه. با. ولی این بزرگی اولا به قیمت دشمنی همسایه ها نباید باشه. شما راجع به منطق دارید صحبت میکنید. دقیقاً. یعنی ببینید بعد مملکتی که سر یه تصمیم آمریکا میتونه فلج بشه، دقیقاً یک دلار نمیتونه جابجا بکنه، این مملکت بزرگی نیست به هیچ وجه. مملکتی که نمیتونه، ببینید شما تمام دنیا رو نگاه کنی، ایران چند تا دوست داره؟ شما میتونید یه دوست برای ایران پیدا کنی؟ یه دوست. با.
شما یک کشور دوست نمیتونید برای ایران پیدا اصلا باید. شما اینطور در نظر بگیرید رهبر یک کشور که خودش حالا رهبر مسلمانان جهانم میدونه تحریم شده تا وجه رهبر یک کشوری دقیقا. یا نظامیان اون دقیقاً سپاه پاسداران تحریم شده یعنی قدرت نظامی کشور تحریم شده این حرف از این میزنه که اون رهبر و اون نظامیان و اصولاً اوضاع اقتصادی اون کشور توجه کردی رو به سرازیری است و بی اندازه کوچکتر از اونها هستن که بتونن از خودشون دفاع کنن به همین دلیل هم میبینید که اصلا ببینید شما زمانی در این دورانی که ما داریم زندگی میکنیم بزرگی شما قبل از هر چیزی در توان پیوستگیتون با مردمه حکومتی که مردم پشتش نباشن نه از سر ترسا خواهانش نباشن اون حکومت اولا حکومت بزرگی نیست دوم حکومتی که بنیه اقتصادی نداشته باشه بله که الان این موقعیت پیش آمده دقیقا آمد. شما ببینید الان این بنیه اقتصادی ایران چیه وضعشو میبینید نفت و گازی که میبندن دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم این شما ببینید ژاپن خب نه ارتش اونجوری میخواد نه فلان ولی برجت یه قدرت بزرگ جهانی همه جا هم تأثیر داره توجه میکنی در نتیجه بزرگی این مملکت در حالا میگم در داخل یه بخشه که به اصطلاح حکومت کردن بر قلب مردمه ولی در بیرون پارامترهای دیگه اساسا نیروی نظامی کسی مخالف داشتن نیروی نظامی نیست ولی اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه مثلا با نیروی نظامی آمریکا شما که ببینید مثلا این آقای ظریف توی یه مصاحبه ای یه کتابی داره آقای سفیر باهاش مصاحبه کردن مثلا حالا ایشون جز اوغلاست میگه که روسیه و چین میخوان در سطح ملی خودشون بمونن ولی ما چیزای بین المللی داریم جهانی داریم آخه ببینید آخه ایران با چین میگه آقا اون ملی میخواد بمونه ما میخوایم جهانی باشیم آخه یه ذره بالاخره یه عقل یه چیز خوبیه میدونی بالاخره وقت اینا اصلا دارن تعیین سیاست میکنن بعد یه عده هم سعی میکنن این به اصطلاح به نه از روی دل سعی میکنن این ایدئولوژی شیعه رو و گسترش شیعه رو با یک نوع ناسیونالیسم کاذب ایرانی یه بخش از این حکومت یه بخش کوچیکی البته سعی میکنن در واقع برای جلب مردم با. که آقا ما میخوایم امپراتوری ایران درست کنیم بله پولی نام ایران هم میاد درست مثل آره. اتفاقی که میفته سرود ایران رو پخش میکنه من یادمه که واقعا زمان جنگ اینجوری بود قشنگ من یادمه هر بار که ایران شکست های بزرگ میگفت سرود ایران پخش میکردن این تا سرود ایران پخش میشد ما میگفتیم حتما توی یه عملیات بزرگ شکست خوردن این سرود ایران ولی سرود اصلیشون اون سرود انجزه بود توجه میکنی؟ در نتیجه من بحث اینه که ما باید همش این بحث رو بکنیم همش این سوال رو باید بکنیم از حکومتگرامون از کسانی که حاکمن که آقا چرا ما رو به اینجا کشوندی؟ چرا ما رو به اینجا کشوندی؟ هنوز اون نیرو در داخل کشور وجود نداره این اواخر یک مقداری مختصری جبهه ملی مختصری گروه های دیگه قدم جلو گذاشتن ولی متاسفانه هنوز اون نیروی منسجم نیمه که به طور جدی بپرسن ولی خب این اواخر یهو دیدین که 14 تن یهو امضا میکنن که خیلی شهامت داشتن دقیقاً که آقای خامنه‌ای میبایستی که استعفا بده واسه اونم یه تحولی است دیگه کاری ندارم حالا در پیش مسائل دیگه هم پیش اومده ولی هنوز گروه منسجم به وجود نیامده در آخه این یه بحث های نمونه دی من بحثم مثلا سر شکل گفتمانه خب شکل گفتمان ببینید تو تمام این بحثایی که میشه میگن خب ترامپ این کاری کرده نمیدونم خامنه‌ای این خب همینا خوبه صحبت بشه ولی موقعی که شما یک گفتمان دیگه تو این مملکت باید شکل بگیره حتی گروه هم نباشه از دامن زده بشه به این گفتمان که همه یه سوال بکنن که آقا اصلا چرا ما به اینجا رسیدیم میدونی خب این اواخر یک کمی داره مطرح میشه خیلی ضعیف تو شاید 6 ماه یک سال آخر دست بعضی ها هم باز گذاشتن این هم خودش یک سیاستی است آقای تبرزدی مثلا خیلی دانشجو شریفی بوده منم با ایشون مصاحبه کردم یا آقای نوریزاد یه چند تنی رو
آزاد گذاشتن حرفاشونو بزنن. من شخصا به عنوان روزنامه‌نگار سیاستی که از جمهوری اسلامی میشناسم میدونم هدفشون در درجه اول اینه که اینها کاملا آزاد باشن، ببینن چه گروه‌های چه اشخاصی به اینها میپیوندن، تا کجا پیش میرن، با شناسای این روش خودشون رو تغییر بدن. این شناختی که من پیدا کردم، چون من به سیاست جمهوری اسلامی مثل شما به هر حال مقداری آشنا شدیم دیگه، و اینها به این ترتیب میخوان اطلاعات بیشتری کسب کنن. بس اگر آقای نوریزاد یا آقای تبرزدی اصرار میکنن که واقعا فاجعه است وضع ایران، یا اینکه آقای خامنه‌ای بهتره که کنار بره، ولی برجد یه شجاعت مدنی هست. بله یه شجاعت مدنی، نه شجاعت مدنی هست به نظر من، ولی کلن این حکومت همیشه اینجور بوده که در یه لحظه هایی مثلا به صلاح آسون میگرفته، جاهایی رو میدان میداده. این میتونسته فکر، الان ببینید مثلا تو حوزه‌های دیگه هم هست که فکر میکنه مثلا الان یه خواننده ایرانی کرد که سالها تبعید بوده رفته بوده، الان آمده برای یک به صلاح مراسمی در سنندج و اینا هست، موسیقی کردی و تمام چیزای دیگه هست، خب دعوت کردن ایشون، آمده و استاندار رفته به دیدنشون. یه جوری در واقع خب تصور میکنه که الان که ایران مثلا، یعنی ایران که نمیگم آروم کنه، مثلا ایران نمیگم، حکومت ایران که ببینن الان تو این وضعیتی که الان هست یه مقدار به اصطلاح خودشون تحبیب قلوب کنن، توجه میکنی یه مدار آرام، نه یه جوری اصلا خارج از دیگه مثلا یه جوری فکر کنن که خب سر ملت رو یه جوری گرم کنن و مثلا بگن که خب الان دیگه عوض شده، پس ما اینو داریم، بعد فردا که جاپاشون دیگه این خطر برطرف شد فوری. ببینید مثلا شما، من تعجب میکنم، ببینید به مناسبت انتخابات هم ریاست جمهوری دوره قبل و هم مجلس، سخنی که آقای خامنه‌ای گفت، گفتش که حتی اونایی که مخالف ما هم هستن بیان رأی بدن. بله من در همین مورد میخواستم عرض کنم. خب بعد یه دو گفتم ما میخواییم کاندید شدن، هم برای ریاست جمهوری هم برای نمایندگی مجلس بیرون از حکومت. گفت من گفتم بیاین رأی بدین، ولی نگفتم دیگه بیاین نماینده مجلس بشین. اصلا خود این زبان که شما به اپوزیسیون این مملکت بگید شما یا مخالفین، حالا اپوزیسیون رسمی نمیگم، که بیاین رأی بدین، میتونین رأی بدین، اما حق حیات ندارین به عنوان آدم سیاسی. ببینید ما یه سوال باز گنده اینه که مگر ما در این سیاست ها شریک بودیم که امروز باید تاوان بپردازیم؟ دقیقا ترجمه میکنید. من اصولا دوست ندارم در هیچ صحبتی نه زیاد خب مثال برای تصدیق صحبتام، نه شعر بگم نه مثلا مثال بزنم، ولی در این مورد میخوام یه چیزی رو خدمتتون بگم. من یه دوستی دارم اهل اهوازه، میگفتش که در گذشته قبل از انقلاب یه آقایی بود روزهای پنجشنبه بعد از ظهر، پنجشنبه غروب یا جمعه بعد از ظهر میامد در گورستان اهواز، خیلی جاها که رسم میگفت این یه گوشه گورستان باید میتوند و معرکه میگیره، والا به هر چوری یه پول جمع میکرد. گفت یه روز یه سنگ گنده آورده بود گذاشته بود که من این سنگ رو با سرم میشکنم، میزنم تو سرم میشکنم. خب میگفت حسابی گیر مثلا نیم ساعت سرابه چرخ میخورد و پول هر حسابی که جمع کرد نشست شروع که به گریه کردن. بعد ملت گفتن فلان چرا گریه میکنی؟ گفت شما میخواین که من بمیرم. گفتن کی ما میخوای تو بمیری؟ گفت اگر من این سنگو بذارم تو سرم میمیرم. توجه میکنیم حالا شده این کار حکومت ما، یعنی آقا یه سنگ گنده رو برداشته به ما میگه بیاین در واقع پشت. خب باید گفتش که خب ما یعنی ملت ایران، ما یعنی نیروی اپوزیسیون ایران چقدر سهم داشتیم در چنین تصمیم گیریایی؟ آیا کوچکترین اجازه دادید که نیروهای مخالف ایران، مخالف حکومت ایران که نه مخالف به عنوان دشمن، حتی آدمایی که طرف با شما رابطه خوبی هم داشتن از ملی مذهبی ها تا کسانی دیگه، برانداز اینا هم نبودن،
حتی دیدگاه متفاوتی داشتن، حتی اینا بیان توی مجلس بشینن، نظر اونا رو شما جویان بشین. حالا ماها که از روز اول غیر خودی که بی خودی بودیم، اصلا وجودمون به اصطلاح وصله ناجور بوده برای این حکومت، توجه میکنید؟ در نتیجه این حکومت باید امروز حساب پس بده. این حکومت هر ایرونی طبیعتاً برای وضعیت مملکتش، برای آینده مملکتش، برای تمامیت ارضی مملکتش دغدغه ذهنی داره، دغدغه فکری داره و تا اونجایی که دستش برسه خب سعی میکنه منافع ملیش حفظ کنه. ولی این حکومت باید بیاد امروز حساب پس بده. تمام این داستانهایی که امروز در واقع 40 ساله یه ملتی رو در واقع کشونده، آقای منتظری توی خاطراتش میگه که ما چقدر بدبختیم توی جنگ که عقل اومد دادیم دستی آدم خلوچلی مثل حسین رضایی. این سیاه رو سفید توجه میکنه، آقای منتظری نوشته، من نمیگم، توجه میکنی؟ یعنی آقا تو این ماجرای جنگ اون بلا رو سر ملت آوردن، میشد از جنگ جلوگیری کرد، نه که صدام حمله نکرد، صدام متشابه بود، ولی میشد جلوگیری کرد. ولی باز عاملش شخص خمینی بود. آره ولی میشد میشد جلوگیری. بعد از جریان خرمشهر میشد این همه خسارت ها رو بگیریم. گفتم باید نمیدونم بصره رو بگیریم، باید فلانجا رو بگیریم. آقای خمینی گفت اصلا آزادی قدس از کربلا رد میشه. چی شد آخه؟ تمام اون حرفایی که زدین و این همه تاوان در واقع، حالا این همه صدها هزار معلول و کشته اینا که دست این ملت گذاشتید، چی؟ تمام سه نسل، امروز 40 ساله سه نسل تو این مملکت در واقع اینا، حالا واژه به خاک سیاه نشوندن دیگه، ولی سه نسل رو اینا عملا از بین بردن، نابود کردن. منافع ملی رو هم همینطور آیی کرده باید. دقیقاً منافع ملی رو 40 سال شما در نظر بگی فقط دوره محمود احمدی نژاد. بله محمود احمدی نژاد. این به اندازه پول نفت از زمان دارسی تا زمان اون دوره خودش که ایران پول گرفت و تو زیادتر پول گرفت. دوره احمدی نژاد رو عرض میکنم. بله. توجه کردیم؟ بله. چه سرمایه ایران به دست آورد؟ 750 میلیارد دلار. بله. و بعضی موارد میگن یه قدیم تازه بیشتر و اصلا هیچ خبری هم ازش نیست که چه شد. توجه کردین؟ حالا اینو در نظر بگیرید، طی 40 سال گذشته چه سرمایه بود. منافع ملی واقعا از دست رفته طی سالها و فقر عجیبی تا 65% اخباری که اخیرا اومده 65% ملت ایران زیر خط فقرن. حالا شما میفرمایید اینا باید پاسخگو باشن، تا امروز که اجازه ندادن که در مقابل کسی، توجه کردی، قرار بگیرن که ازشون سوال بشه و هنوزم آقای خامنه‌ای هم در همین موقعیته. درست. به هیچ وجه نمیخواد پاسخگو باشه. میبینید که نه طلبکار هم هستن. بله طلبکار هم هستن. بفهمید که بعد از این تحریم‌های شدیدی که الان در ایران اعمال میشه، موقعیت کنونی شما چه پیش بینی میکنید؟ ببینید یک وضعیتی که ببخشید خیلی موقعیت استثنایی است. من فکر می‌کنم آقای کردوی تا 40 سال گذشته هیچ وقت یه همچین موقعیتی نه. نه یعنی ما حقیقتش اینه که جدام لیمادی ما در تحریم پیشین آمریکا با اینکه تحریم بود که همه دنیا همکاری میکرد با آمریکا، یعنی اروپا همکاری میکرد و تحریم بسیار بزرگی بود، ولی راه‌های دور زدن تحریم خیلی وجود داشت. مثلا گرفتن همین به اصطلاح زندانی کردن این آقای زراب در آمریکا که کلی آمریکایی‌ها تونستن راه‌هایی که این دور می‌زده، کارهایی که می‌کرده، این بار به نظر میاد که بسیاری از این راه‌هایی که حکومت دور می‌زده در این مورد تحریم‌ها رو جلوش گرفتن. دستشون رو شده. نه اصلا اون به اصطلاح سوراخ سنبه‌هایی که اینا میتونستن عمل بکنن، اون سوراخ سنبه‌ها رو بستن. توجه می‌کنی؟ من فهم میکنم که یعنی یه امکانی هست که اینها همون سیاستی رو پیش بگیرن که به قرارداد الجزیره منتهی شد. همون قرارداد، کسی دیگه امروز راجع به قرارداد الجزیره حرف نمیزنه. من قیافه آقای بهزاد نبوی یادمه. بله. توی تلویزیون موقعی که ازش راجع به قرارداد دوستای حرف زد، گفت الان اینجا خیلی اینجا سرده، اصلا گرمم نیست، ما بریم، خیلی خسته این بریم. توجه میکنین؟ یعنی اون شاخشونه کشیدن ها رسید به قرارداد الجزایر و اون همه پول رفت، اون همه امکانات ملی ما رفت.
در مورد جنگ هم همینطور شد. بله هم بعد مسئله جنگ شد، جام زهر شد، بعد برجام شد، توجه میکنی نرمش قهرمانه شد. در نتیجه چیزی که از شاهدش میتونه آدم باشه این است که در یک لحظه که وضع حکومت به نقطه غیرقابل برگشت داره نزدیک میشه، همون اتفاق بیاد دیگه. در این میشه پیش بینی کرد دیگه، چون الان الان یه وضعیتی پیدا کردن که بازم به نظر من دارن یه راهه، یعنی دو جور به نظرم میاد که یه بخشی از نظامیان ایران و حکومت ایران، تنها نظامیان نیستن، طرفدار یه جنگ کوچیک با آمریکا هستن، به دو دلیل، و به دو دلیل، یعنی با دو محاسبه نادرست. یک، فکر میکنن که امروز مردم به نسبت یک سال دیگه اگر جنگی بشه، چون میدونن وضع اقتصادی خرابتر میشه، امروز احتمال این که مردم پشتشون قرار بگیرن، یعنی یه درصدی از مردم بیشتره، بیشتر باشه تا یه سال دیگه بیشتره، که این به نظر من اشتباه است. دوم، یکی از دلیلاش این میتونه باشه که فکر میکنن که اگر آمریکا رو بکشونن توی جنگ، ترامپ میبازه انتخابات رو و انتخاب نمیشه و کسی دیگه انتخاب میشه و یه مفری برای اینا باز میشه. که اینم بسیار محاسبه نادرستیه، به علت اینکه موقعی که جنگ شروع میشه، شروعش آدم ها میدونن، حکومت ها میدونن، تمام شدنش دیگه معلوم نیست که، و بعدم هیچگاه اینطوری نبوده. تاریخ آمریکا هم هست، همین جنگ ویتنام و جنگ های دیگه هم هست. یه رئیس جمهوری که جنگو شروع کرد، رئیس جمهوری دیگه نمیاد فوری تمام کنه، ادامه میده اون ماجرا. شانس برای تداوم یعنی در واقع حتی اگر ترامپ هم انتخاب نشه، اگر خدای نکرده به قول معروف جنگ بشه، رئیس جمهور بعدی هم ادامه میده، جلو جنگو نمیگیره، جلو تبعات جنگو نمیگیره. توجه میکنید؟ در نتیجه به نظر من میاد که دو راه فعلا میشه دید. یک راه، یعنی دو امکان قوی، که در واقع یه جام زهر دیگه، حالا به هر اسمی. دوم، یه جنگ فکر کنن، یه جنگ را بیافته مثلا بتونن. این دو تا احتمال قویه. فعلا من چیز دیگه، یعنی مگر اینکه یک وضعیت مردم به جایی برسه که منجر به یه خیزش عمومی بشه. یعنی ما اصولا امروز توی جامعهمون با یه خطر دوگانه روبرویم. آقای لیمونتی، ما هم با خطر اسفنجی شدن جامعه روبرویم. جامعه مثل یک اسفنج جذب بکنه، پس نده، یعنی همه مشکلات رو تحمل بکنه، همه چیزها رو از توان افتاده باشه، نتونه جواب بده، حالت سفنجی بگیره جامعه. این یه خطره. خطر دوم هست که با کورشای کور روبرو بشه، چون امروز در نبود سازمان‌های سیاسی مؤثر که بتونن هدایت بکنن یک حرکت ملی رو، و در نبود یک نوع بلوغ سیاسی در میان اپوزیسیون ایران که نمیتونه، توان اینو نداره که بیاد بر سر مهمترین مسائل با همدیگه یه توافقی بکنن، یه گفتمانی رو به وجود بیارن. این گفتمانم مسئلهش در واقع نجات ایران و نجات مردم ایران باشه، سر خیلی چیزهای کلی به چیزهای دیگه هم نپردازن، یعنی مسئله حفظ تمامیت ارضی ایران، موضوع، یعنی موضوع در واقع حکومت جدا از دین، بعد یه حکومت دموکراتیک، دموکرات ملی مرسوم در همه جاها، همین سه چهار نکته. حکومت اگر اپوزیسیون بتونه با هم، طبیعتاً اپوزیسیون دموکرات و ملی رو عرض میکنه، یه گفتمان توی جامعه بیاره و جامعه به دنبال این گفتمان بیاد،
بتونه اون وقت یه حرکتی توی اجتماع بیاد که از طریق این حرکت اجتماعی بشه دامن زد یک حرکت‌های بزرگ اجتماعی رو و جنبش‌های سراسری در مملکت. ما امروز ببینید ما با حرکت‌های اجتماعی روبرو هستیم ولی جنبش اجتماعی نداریم. درست. این خیلی مهمه. یعنی یه تفاوتی که حتی علاوه واژگانی مثلا بین فارسی و انگلیسی، فرانسه، آلمان هست، در هر اون سه زبون برای واژه جنبش و حرکت یه واژه دارن، موومنت. ما نه، ما هم جنبش داریم هم حرکت. حرکت خیلی کوتاه‌تره و از تا جنبش. ما هنوز جنبش اجتماعی نداریم، ما حرکت‌های اجتماعی داریم. چگونه می‌شود این حرکت‌های اجتماعی رو که زیاد هم هست، تو حوزه کارگری هست، تو حوزه معلمان هست، همین الان شما نمونه این 14 هموطن رو ما رو گفتید، مثلا همین به اصطلاح اگر خاطرتون باشه 2 سال پیش خود ما 15 نفر 8 نفر در داخل و 7 نفر در خارج ما یه اعلامیه‌ای دادیم دیگه، و در همون جا بحث این بود که دیگه این حکومت به بن‌بست رسیده، راه اصلاح طلبی هم دیگه راه نیست و تقاضا به اصطلاح خواستار برگزاری یه رفراندوم شده بودیم. توجه همین بحثی است که بله. امروز بله. همین 14 نفر میگن بله. توجه می‌کنی در نتیجه اگر ما بتونه اگر اپوزیسیون اون بلوغ سیاسی رو داشته باشه که بتونه این ماجرا این سخن رو به یک گفتمان جامعه، ببینید این خیلی مهمه، جامعه باید امروز گفتمان مشترک نداره. این دوستای تبریز اون زمینه باید تولید بشه برای این کار. خب این رو کی باید تولید کنه؟ یه بخشش عامل‌های عینی جامعه است، یه بخشش عامل‌های ذهنی جامعه است. عامل‌های ذهنی من هستم، شما هستید، این اپوزیسیونی است که این همه تو این تلویزیون‌ها و تو رادیو ها اونجا هست، به جای اینکه این همه به هم دیگه بد و بیرا بگن، به جای اینکه این همه نمیدونم 1001 حرفی بزنن که به درد نه دنیا بخوره نه آخرت، ترجمه می‌کنید بشینن ببینن آقا بالاخره به رغم همین اختلافات چیکار میشه کرد. متاسفانه پس از 40 سال هنوز به اون مرحله نرسیدیم. یعنی اینه، یعنی ما امروز نیاز به یک گفتمان عمومی داریم در جامعهمون که این گفتمانم با به اصطلاح از سوی آدمایی که آگاهن تو این جامعه. شما فکر بفرمایید امروز یک نفر تو ایران هر کسی موقعی که من و آقای لیمونادی رو تو تلویزیون نگاه میکنه به عنوان انسان‌های خبره سیاسی، حالا هر چی که اسمشو میگذاریم، میبینه ما دوتا با هم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، اون آدم معمولی توی ایران چه اعتمادی به من و شما میتونه؟ درسته. یعنی ما امروز نیاز، یعنی ببینید الان تمام این گروه های خاله، اونایی که نمیدونم وابسته هستن و اونایی که حسابشون جداست، جداست، اونایی که خیال میکنن آمریکا باید حمله بکنه به ایران و اینا بیان سر حکومت و اونا رو حساب با اونا رو نداریم. ولی ببینید ما امروز هیچ وضعیتی که بتونه این مردم به یه جایی چنگ بزنن بگن آقا یه چیزی اون وسط هست میتونیم متکی بشیم به اون چیز، که البته اصل نیرو خودشونه درسته. ولی اون بحث اون صحبت توجه میکنید ما امروز تمام این نیروها تو پیله خودشونه و این منافع حقیر کوچیک، نمیگم آدم منافع سازمانی خودشو نداشته باشه، خب آدم ها نظر دارن، سازمان دارن، همه اینا جای خودش محترم، ولی یه چیز بالاتر از همین حرف هست، اونم اون ملت و این مملکت و آینده این مملکته. به هر حال به یه مرحله رسیدیم در این اختناقی که در داخل کشور است و با این تحریم‌های شدید، با این فقری که تولید شده، یه موقعیت کاملا استثنایی است و امیدواریم این پیشبینی که شما می‌کنید تولید یه زمینه‌ای بکنه که اقلا از این بحران بتونه ایران بیرون بیاد. دقیقاً این آرزو همه ماستی و نمیتونه، یعنی با این حکومت دیگه چیزی بیرون نمیاد، ولی اینجوری نیست که خراب بکنی هیچ جاش درست نکنی. خب اصولاً هم که می‌دونید برای ساختن اول باید خراب کرد. آره، ولی اگر شما پیش ما تجربه انقلاب داریم. بله بله. تجربه بسیار گرانبهای انقلاب داریم که این انقلاب با همه اون بزرگیش به علت ندیدن قدم بعدیش این فاجعه رو دست ملت گذاشت. در پایان این صحبت قبول دارید شما که ملت ایران تا 40 سال
تجربه زیادی آمود. دقیقا. و دیگه اون مردم 40 سال و 30 سال قبل هم حتی نیست. دقیقا اینطور. قبول دارید شما. به هر حال این خودش جای خیلی امیدواری است. ببینید عاملایی که چند بارم خدمتتون بودم عرض کردم، ببین عاملای بسیاری در ایران، رشد دانش سیاسی، رشد سواد، رشد آگاهی به منافع شخص، به ملت، به اصطلاح صنف‌های مختلف جامعه، قشرهای مختلف جامعه دارن آگاهی به وضعیت خودشون پیدا میکنن. بسیاری از عامل‌های دلگرم کننده است. ببینید آقای لیمودنی، من نه تنها از روی طبع آدم خوشبینیم، نه تنها فکر میکنم که روشنفکر اجازه نداره که بدبین باشه، فکر میکنم وضعیت جامعه ایران، اون چیزی که در درون جامعه ایران اتفاق افتاده، انقدر به ما این دلگرمی رو میده که به آینده ایران خوشبین باشیم. من این حرکت‌های اجتماعی از معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان، اهل قلم، اینا رو که میبینم یاد این شعر میافتم که رسم ترنج از روزگار، پیش دهد میوه پس آرد بهار. این امید در باید باشه. بدون امید نمیتونیم زندگی کنیم و امید واهی هم نیست. بله. امید واقعی. بله. نه اصلا تغییر رژیم رو یه جورایی در ناسیه این رژیم رو میبینیم. بعدم ببینید جهان جهتش، اگر روزگاری در سالهای 60-70 میلادی به سوی انقلاب بود و اینا، جهت جهان امروز به سوی آزادیه. بله. اصلا مشکل دیگه، یه حکومتی اینطور توجه کردید در این چارچوب خفقان یه ملتی رو در بند بگیره و بخواد ادامه بده. فکر میکنم 40 سال زمان کافی بوده. زیادی هست کافیه. ولی من واقعا به آینده مملکت خوشبینم. بله. خوشحالم. من امیدوارم که سال آینده که خدمتتون برسیم به چه خیلی مثبت‌تری از موقعیت ایران داشته باشیم. من واقعا امید دارم. خیلی ممنونم از محبتتون. خیلی بزرگواری کردید. خیلی خیلی خوشحالم. ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. ممنون. و اما با اجازه شما در هفته آینده بار دیگر به پاریس می رویم. آن هم به دیدن دوستی بسیار عزیز، تنها باقی مانده یک خانواده بزرگ ارتشی ایران زمین که از زمان ناصرالدین شاه قاجار کمر به همت نگهداری از مرزهای ایران بستند که متاسفانه قدرش را نه شاه می دانست و نه شیخ. به دیدن دکتر منوچهر رزمارا می رویم. در بالکن دنج منزلو در شهر پاریس می نشینیم پای صحبت این تنها یادگار خانواده بزرگ رزمارا. البته با نوشیدن شراب بردو که با ما از سرنوشت پدر و برادر ایران ساز بگوید. این 41-42 سال رو شما چگونه می بینید؟ چگونه ارزیابی می کنید؟ این دو به اصطلاح طرف داره. یه طرف که واقعا سیاهه این 41 سال از هر نظر که خواهد. اولا که آقای لیمونادی با این که من خب اونی که میگن به قول مثال فرانسوی میگن زن آدم نصفه آدمه، خب شما الان خانم من رو دیدید و اینا، خب حال. و بعدم کسی که از 18 سالگی آمده اینجا، ولی من هیچ وقت به علت اینه که یه کار دقیقا من ایرانی هم. من خودم یه آواره میدونم، یه آواره میدونم که خاکش از دستش گرفتن. این اون واقعیت سیاهیه که 41 ساله هر شبی که من میخوابم با این تأثیر خاطر، با این عقده باطنی میخوابم. این مال این. یه طرف دیگه داره که بسیار عرض کنم که آموزش دیدم، دانستنی پیدا کردم، دنیا رو شناختم، انسانها رو شناختم. توجه کردید؟ چون واقعیت قضایا بود این اون چه که در ایران اتفاق افتاد یک بود واقعا عظیمیه، نمیخوام بگم نجومیه،
ولیکن یک بود ساده نیست. یک ملتی در عرض یک روز اینجور خودکشی سیاسی بکنه و اینجور خودش رو نفی بکنه و بعد از 41 سال به این روز بیفته که فاقد شرف بشه، فاقد حمیت بشه، زنش رو به فحشا بکشن، شرافت ملیش رو از بین ببرن، مملکتش رو در برخی نقاط تبدیل به فاحشه خانه بکنن و بعدم بیان ملیت ایرانی رو نفی بکنن و بگن ما عربیم. یک همچی بدبختی سابقه نداشتیم. هفته آینده می نشینیم پای صحبت دوست عزیز دکتر رزمارا و سپس مرور می کنیم 42 سال سیاهی را که دزدان خانگی که خانه ما را رو بودند و اکنون صاحب خانه شدند. با ما باشید. خیال میکنیم ما در مملکتمون و در کشورم صابخونه ای، ما مستعجلی صابخونه کسی دیگه است. من نصف مرد ارث میبرم. تمام این قوانین در حقیقت انقلاب ایران به نظر من یک انقلاب بسیار مردانه بود، با ذهنیت مردانه پدر سالارانه. به این معنا بعد این سوال رو باید بکنیم از حکومتگران، از کسانی که حاکمن، که آقا چرا ما رو به اینجا کشوندی؟ چرا ما رو به اینجا کشوندی؟ ایران به هر حال از زمان آغاز انقلاب تا الان در دست اندازه، هنوز نتونست خود چراها بکنه. اگر بخوایم نقش نیروها و جریانات در نظر بگیریم، بله نقش خمینی از همه برجسته تر، مخرب تر بود به عنوان رهبر انقلاب. تمام این مسیر مسیر دینی هستش. در خانواده دین، در مدرسه دین، در کارخانه دین، در دانشگاه دین، در کوچه خیابان دین. خمینی آمده دو تا کار باهم به بدی کرد، یکی کشتار دست شده، یکی بهترین آرتش گرفت اونها رو نابود کرده. فسادی که در نتیجه این نوع رابطه در ایران به وجود اومده، خب فساد در ایران در دوره شاه یکی از مسائلی بود که انقلاب رو شکل داد، ولی اون فساد بازسازی شد در کشورهایی که به آزادی و دموکراسی رسیدن. عده‌ای بودن که مبارزه کردن، هیچ دیکتاتوری بدون مبارزه. من که فرانسوی نیستم، که من ایرانیم، من خودم یه آواره میدونم که خاکش از دستش گرفتن. اون چیزی که برای من شما مسلمه ممکنه به عمر ما نرسه، ولی این نظام ماندگار نیست، خواهد رفت. و که گذر از جمهوری اسلامی نیاز به کوچکترین خشونتی نداره، چنان که تجربه های دیگر کشورها نشان میده. این آمدن ترامپ باعث میشه که اون چهره انقلابی جمهوری اسلامی به کلی در هم بریزه. ما این سختی رو میکشیم ولی این نظام به در نظرسنجی هایی که اخیراً شده و من دو نمونه شو دیدم، 79% مردم میگویند این نظام باید بره. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.